سلام، خوش آمدید. اظهارات اردشیر زاهدی از نزدیکان محمد رضا شاه پهلوی، وزیر خارجه و آخرین سفیر او در واشنگتن، درباره مقام‌های آمریکایی، تحریم و حکومت جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی برانگیخته. او پیشتر هم درباره قاسم سلیمانی گفته بود که به او افتخار می‌کند. این جملات را تکرار کرد و گفت حکومت توانسته از خلیج فارس و مرزهای ایران دفاع کند و ماهواره به فضا بفرستد. او به صراحت به بی بی سی گفت که به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی افتخار می کند. نظامی که او و میلیون ها ایرانی دیگر را از کشور فراری داده. آقای زاهدی با کلماتی تندتر به کسانی تاخت که خارج از ایرانند و طرفدار تحریمند یا دخالت خارجی برای ایجاد تغییر در ایران را تایید می کنند. صحبت‌های او با توجه به و تشویق زیادی از طرفداران حکومت همراه بود، اما مخالفان حکومت ایران به شدت از صحبت‌های او انتقاد کردند. هم طرفداران نگاه آقای زاهدی و هم منتقدانش خود را وطن پرست می‌دانند. تعریف هر کدام از وطن چیست؟ برای این بحث دو مهمان داریم. ایرج مستاقی با ماست، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر از استکهلم، و مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر روابط بین الملل از لندن. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. میدونم که این تعریف پرمناقشه ای هست، تعریف وطن، ولی میخوام که شما هر کدوم در کوتاه ترین جملات ممکن، اگه ممکن هست، در دو سه جمله تعریف خودتون رو از وطن ارائه بدید. از شما شروع میکنم آقای مستاقی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان. بایستی عرض کنم که اصولاً وطن جایی است که ما درش به دنیا اومدیم. خیلی ها در قدیم، حتی بسیار از شعرهای ما راجع به وطن صحبت کردن. میبینیم که مولانا میگه در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن. یا حتی حافظ وقتی که از شیراز به یزد میره، در اونجا میگه دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. این بحثی است که خب حتی شعرهای ما دارن. وطن، ما امروز بیش از ربع قرنه که من در وطن به سر نمیبرم، ولی همیشه حب به وطن وجود داره و نمیتونیم یک لحظه از اونچه که در کشورمون، در وطنمون میگذره دور باشیم. آقای تفرشی شما بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه‌تون و بینندگان محترمتون. ببینید، بحث وطن بحثی که در تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایران و همه کشورهای دنیا وجود داره. حتی کشورهایی که سابقه کوتاهی از استقلال دارن هم راجع به وطن صحبت کردن. شما الان با مستعمرات قدیمی بریتانیا که چند دهه بیشتر ازشون از استقلالشون نمیذاره وقتی صحبت میکنن، با اهالی اونجا اونا هم از وطن صحبت میکنن و تاریخ وطن، کمون که در مورد ایران که چند هزار سال سابقه و قدمت تاریخی و استقلال تاریخی داره، هم برایش مسئله جدیتر است برای همه ایرانیان، چه ایرانیانی که در ایران هستن چه خارج از ایران. مسئله وطن مسئله نیست که امروز و دیروز و پریروز ایجاد شده باشه، مسئله که در دیرباز در فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایران بوده. و اگرچه تعابیر زیادی هم ازش صورت گرفته، ولی تعبیر منافع ملی و مصالح ملی چیزی نیست که بشه به اصطلاح زیاد باهاش بازی کرد و توجیهش کرد با هر اقدامی. شما پس می‌فرمایید منافع ملی و مصالح ملی در تعریف وطن اولویت دارن. برداشت من از صحبت شما آقای مستاقی این بود که شما می‌فرمایید که وطن اون در واقع جغرافیایی هست که ما درش به دنیا اومدیم. من میخوام یه مقدار شما این رو مشخص‌تر به من بگید اگر ممکن هست که چه نقشی شما برای اهالی اون جغرافیا قائلید. فکر میکنید که تا کجا رضایتمندی و وضعیت اونها در تعریف وطن نقش داره؟ قطعاً که ما امروز یه نظامی در ایران حاکمه که ربطی به وطن ما، ربطی به فرهنگ ما، ربطی به تاریخ ما و هیچ یک از اون مشخصه ها نداره و اساساً منافع ملی رو نمایندگی نمی کنه. ولیکن این باعث نمیشه که اونجا وطن ما نباشه، یا ما دلسوزی نسبت به وطنمون نداشته باشیم، یا منافع ملی کشورمون و مردممون رو در نظر نگیریم. این دوتا مقوله جدا از همه. میتونه بر وطن ما نیروهایی حاکم باشن که از نظر من اجنبی باشن و دل و ربطی هم به میهنمون نداشته باشن. شما با این صحبت‌های آقای زاهدی چه زاویه‌ای دارید؟
قطعا که خب من مواضع ایشون رو نمیپسندم. ایشون آقای قاسم سلیمانی رو سرباز وطن مینامند، در حالی که خود قاسم سلیمانی مطلقا چنین ادعایی نداشته. این یه تحریف بزرگه. آقای و اون سرباز وطن میدونن، کسی که در راه وطن کشته شده. میدونیم که ایشون در عراق کشته شده، نه در خاک میهن، نه در دفاع از میهن، نه در دفاع از منافع ملی. ایشون در سوریه میجنگیده، هیچ ربطی به ایران، هیچ ربطی به میهن و هیچ ربطی به منافع ملی نداره. یا حتی در لبنان بوده، باز هم ربطی به منافع ملی نداره. و یا در یمن یا در شاخ آفریقا، هیچ کدوم از اینها منافع ایران، منافع ملی نیست و اساسا ربطی به دفاع از مرزهای میهن هم نداره. اینها مرزهای ایدئولوژیکه و اینها تعاریف ایدئولوژیکه که در تضاد با منافع ملی ماست و اینو نمیتونیم اونجوری که آقای اردشیر زاهدی میخوان تعریف کنن ما ببینیم. آقای تفرشی نظر شما چی؟ اگر شما هم مثل من آقای زاهدی رو از نزدیک میشناختین و با زندگی و سابقه ایشون از نظر تاریخی آشنا بودید، به هیچ وجه تعجب نمی‌کرد و شگفت زده نمی‌شدید از این اظهاراتی که ایشون کردن. چون بار اول هم نبود، بارها ایشون این مسئله رو مطرح کردن. بله. مسئله آقای زاهدی مسئله امروز ایران نیست. آقای زاهدی نگاهش نگاه راهبردی به ایرانه. این که کسانی خب به هر حال اصرار دارن که بگن که آقای سلیمانی نگاهی به ایران و وطن و منافع ملی ایران نداشته، خب امر جدید، این امر جدیدی نیست. برای اینکه مسابقه اینو داریم که سالها قبل، 30 سال قبل در جنگ ایران عراق هم کسانی مثل سازمان گروه‌های مثل سازمان مجاهدین خلق سربازان ایران رو مهاجم و متجاوز می‌دونستان و طرف صدام حسین نمی‌گرفتن. این به نظر مثل عجیبی نیست. آقای سلیمانی اگر نبود و فعالیتش اگر نبود، داعش الان انتقالی گرفته بود و هر اتهامی بخواید شما بهشون بزنید، به هر حال در از نظر وجدان عمومی ایرانی، حتی کسانی که در داخل ایران مخالف نظام هستن، آقای سلیمانی سرباز وطن بوده و توسط دشمنان، بدترین دشمنان ایران کشته شده و مرز کشیدن بین فعالیت‌های مثل سلیمانی و اینکه ما دشمن جمهوری اسلامی هستیم، به نظر من مرزیه که خدشه‌دار می‌کنه نگاه راهبردی و منافع ملی ایران. آقای مستاقی نظرتون رو بفرمایید. ببینید، من باز خدمتتون عرض کنم که اول از اون که جنگ ایران و عراق جنگیست که به تعبیر حتی خود مسئولین نظام اسلامی میتونست شکل نگیره، خود آقای رفسنجانی میگه، و تدبیر در این نیست که صدام حسین حمله کرد به مرزهای ایران، ولی منتها تحریک کننده نظام اسلامی بود. و بعد هم ما این رو هم باید توجه داشته باشیم که در سال 61 جنگ میتونست تموم بشه. این سپاه پاسداران بود، به خاطر منافعی که داشتن جنگ رو ادامه دادن. این جنگ مطلقا از من از هر دوی آقایون خواهش میکنم، خواهش میکنم که بحث رو خیلی توی مباحثی نبریم که خیلی به این بحث در واقع ربطی نداره. من میفهمم که اون میشه ساعت ها راجع به اینکه در جنگ های مختلف ایران چطور میتونست عمل بکنه صحبت کنیم. من در مورد شخص آقای سلیمانی هم بهتره که خیلی ها صحبت نکنیم. به نظر شما آقای مستاقی، این مسئله ای که آقای زاهدی بارها درش برش تاکید کرده، همونطور که آقای تفرش میگن، بار اولشون هم نبوده، ایشون معتقده که مرز و این اون چیزی که معتقد آقای سلیمانی ازش دفاع میکنه، میگه از خلیج فارس دفاع کرده، از مرزهای ایران دفاع کرده، اولویت داره بر هر چیز دیگری. بحث این هست که استقلال اولویت داره. شما با این موافقید؟ ببینید، اولا عرض کنم من خدمتتون، بهتر بود که شما اجازه نمیدید آقای تفرشی وارد این موضوع بشن که من نیاز داشته باشی که توضیح بدم یا از دیدگاه خودم دفاع کنم. وقتی بحثی مطرح میشه بایستی پاسخش داده بشه. جدای از این، حالا من از این میگذرم. ببینید، اساسا سپاه پاسداران ربطی به ایران و ایرانی نداره، حتی پسوند ایرانی نداره. سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. ما اساسا رهبر جمهوری اسلامی رهبر انقلاب اسلامیه، حتی پسوند ایرانی نداره، حتی مجلس شورای اسلامیه پسوند ایرانی نداره. پس بنابراین این که ما بخوایم نهادهای رژیم رو و یا حتی رهبری رژیم رو، حتی مجلس رژیم رو ربط بدیم به ایران و ایرانی، این اشتباهی است بزرگ و اتفاقا خطایی است راهبردی، همون چیزی که آقای تفرشی میگن. این یک مسئله است. مسئله بعدی اینه که خب ما هممون میدونیم منافع ملی ایران در خلیج در دریای خزر از بین رفته و ما میدونیم حتی خلیج فارس رو، خاکش رو دارن، خاک اونجا رو دارن میفروشن، دارن حتی آب اونجا رو دارن میفروشن، ماهیگیرای اونجا رو دارن. و من میخوام ببینم که چجوری از منافع مردم ایران دفاع کردن. ما میدونیم
خاطر همین نظام هست که امروز نیروهای خارجی در خلیج فارس هستند و عملا مشکلات بزرگی رو هم دامن زده. من تصورم اینه که آقای زاهدی، حالا اگه از قدیم هم میگفتن دلیل بر این نمیشه که ایشون مواضع درستی داشتن، آقای زاهدی قطعا در طول دهه های گذشته مواضع درستی نداشتن. اتفاقا آقای زاهدی کسی هستن که همراه با نیروهای خارجی، یعنی با نیروهای انگلیس و امریکا، و اتفاقا که چیزایی که خود سرویس های جاسوسی و سرویس های اطلاعاتی امریکا، حتی وزیر امور خارجه امریکا روش تاکید داشتن، همراه با اونها ایشون بوده و یا در واقع کودتای 28 مرداد یا حتی اگه بخوان قیام ملی هم بهش نام بدن به قدرت رسیدن. این چیزیست که من فکر میکنم شوخی بزرگیه که آقای زاهدی در ارتباط با منافع ملی و نمیدونم قطع کردن دست خارجی یا عدم دخالت خارجی در امور ایران صحبت میکنن. آقای تفرش، این موضوع جالبی هست، این که میگن که آقای زاهدی به هر حال حتی اگه از قدیم همین رو داشتن این چیزی رو عوض نمیکنه. ایشون خودشون پرونده‌ای دارن که حالا اونو میشه راجعش صحبت کرد. این ولی بحث ما نیست. بحث ما این هستش که شباهت اون چه که ملی‌گرایی از سالهای قبل، از پیش از انقلاب تا الان دیده میشه، مثلا اقتدار حکومت مرکزی، اینکه حکومت بتونه از مرزها دفاع بکنه، امنیت، بحث امنیت خیلی معنا و مفهوم پیدا میکنه. فکر میکنید که چرا چنین بحثی در بقیه تفاسیر و معانی که از ملیت و وطن میشه داد چربیده در دیسکورس سیاسی ایران در دهه های اخیر؟ ببینید، وقتی که شما از گفتمان سیاسی صحبت میکنید باید توجه داشته باشید که هر کشوری به خصوص کشوری مثل ایران بر اثر درس تجربه و سیدی روزگار به گذشته خودش نگاه میکنه. شما وقتی راجع به آقای زاهدی صحبت میکنید، همه کسانی که راجع به اوضو صحبت میکنن، من نمیگم قرض ورزی، ولی از روی جهالت فقط متوقف میشن در یک جوان 20 چند ساله در 28 مرداد. شما اگه اسناد محرمانه انگلیسی و آمریکایی رو در موضوعات مختلف خلیج فارس، خاورمیانه، آسیای مرکزی و در مقود سنتو محیط پیرامونی امنیتی ایران ببینید، نقش زاهدی رو و اهمیت کلیدیش رو در پیشبرد منافع ملی ایران میبینید. در مسئله جزایر سگانه که موضوع تخصصی خود من بوده، من دیدم که با چه نفرتی آمریکایی‌ها و انگلیسی از زاهدی نام میبرند. اردشیر زاهدی تنها کس و اولین کسیه که در مقام وزیر خارجه رسما بخشنامه کرد که فرانسوی‌ها رو از وزارت خارجه بیرون کنند. بنابراین مسئله زاهدی و متوقف کردنش در یک روز تاریخی یا چند روز تاریخی 25 تا 28 مرداد یه مقداری خامدستانه است و نیاز به مطالعه. آقای تفرشی، من خیلی اصرار دارم که این بحث روی آقای زاهدی فقط نمونیم، ما راجع به ملی‌گرایی صحبت کنیم. در مسئله ایران عراق، جنگ ایران عراق که من اشاره کردم، مسئله من خود جنگ نبود. مسئله من این بود که وقتی گروهی تصمیم میگیرن به یک اقدامی برای براندازی یک حکومت به هر قیمتی، اون وقت این هر قیمتی به راحتی منافع ملی رو خدشه‌دار میکنه و هر قیمتی تبدیل میشه به نوکری صدام و تبدیل شدن به ارتش خصوصی صدام برای ضربه زدن به مردم ایران و منافع ملی ایران. الان هم در داخل ایران البته خب بسیاری از مردم هستن که انتقاد دارن به حکومت، به درستی، به ناکارآمدی، به فسادی که وجود داره، ولی هیچ کدوم از اینها حاضر نیستن به خاطر اینکه وضع موجود تغییر کنه، اولا ایران شخ زده بشه، همکاری کنن با ترامپ و محمد بن سلمان و محمد بن زاید و بنیامین نتانیاهو و با هر کس ناکسی علیه وحدت ملی ایران همکاری کنن و ایران رو اوضاعش رو تغییر بدن، چه درست چه غلط، و ببرن به سمت تجزیه و جنگ داخلی که بسیار برای ایران خطرات وجود داره. مسئله من این است که دفاع از منافع ملی ایران فراتر از تغییر وضع سیاسی موجوده. اگر اینجوری بخوام نگاه نکنیم، اون وقت تمام توطئه هایی که تمام برنامه ها و نقشه هایی که علیه وحدت ملی ایران ریخته میشه خیلی عادی جلوه میکنه. اون وقت ما مجبور میشیم بریم سراغ بحث های حاشیه‌ای و ثابت نشده ژورنالیستی مواردی که آقای مصداقی مطرح کردن، که چون شما گفتین حاشیه است من واردش نمیشم، وگرنه همش جواب داشت. آقای مصداقی بفرمایید به این موضوع به خصوص که چقدر قضیه همکاری با یک دولت خارجی، تقاضای ادامه تحریم یا حتی در مواردی دخالت به صورت نظامی برای پایان یک حکومت که بر یک کشوری حاکم هست در اون تعاریف می گنجه به نظر شما؟ خیلی مضحکه. آقای تفرشی صحبت از عدم دخالت در امور دیگران میذارن، جمهوری اسلامی به همه جای دنیا کار داره.
تقریبا میتونم بگم اتفاقا قاسم سلیمانی در عراق کشته میشه که ربطی به ایران نداره، پس دخالت در امور داخلی عراقه. در سوریه میجنگن، یعنی در امور داخلی دیگران دخالت میکنن، یا در موضوع فلسطین و لبنان و اسرائیل، یا در یمن، یا در شاخ افریقا. پس بنابراین این بحثی که اینا مطرح میکنن که عدم دخالت در امور دیگران یا دیگران حق ندارن در امور اینها دخالتی بکنن، یه بحثی است که یک جانبه است و من فکر میکنم اینا خودشون به این موضوع اعتقادی ندارن. مسئله بعدی، هیچ کدوم از ماها یادمون نرفته خمینی دو چیز رو روز اولی که به قدرت رسید گفت. گفت دموکراتیک و ملی هر دو فریب هم است، یعنی هم با ملی و ملیت مخالف بود و هم با دموکراسی، و این رو نشون داد. و این رو میدونیم خمینی در اتفاقا کسی بود که با جنبه های ملی گرایانه مصدق دشمن بود. گفت من گفتم سیلی میخورد و سیلی هم خورد و خوشحال بود از سیلی خوردن مصدق. این بحث بعدی خود آقای خمینی. پس اگر در طول سالهای گذشته هم ما نگاه کنیم، مطلقاً در مواضع نظام اسلامی ما نمی‌بینیم سبقه ملی داشته باشه و اساساً عرض کردم ربطی به منافع ملی هم نداره. اما باید توجه داشته باشیم که در این نظام اسلامی بود که با بخشی از دولت امریکا، یعنی با رونالد ریگان و تیم رونالد ریگان در اکتبر سورپرایز ساخت و پاخت کردن برای اینکه دموکرات‌ها رو کنار بزنن و کارتر رو، و موضوع آزادسازی گروگان‌ها رو به بعد از انتخابات موکول کردن. این چیزیست که در تاریخ اومده و بارها و بارها از اهرم خارجی استفاده کردن برای پیشبرد منافعشون در داخل کشور و در رقابت‌های درون خودشون. پس این از نظام است. یادمون نرفته که آقای خمینی در زمانی که جنگ بود و یا حالا لااقل مخاصمه بود بین ایران و عراق، در عراق به سر می بردن، آقای دعایی رادیو داشتن و در اونجا علیه دولت ایران فعالیت می کردن و نزدیکان آقای خمینی در اون موقع در عراق علیه دولت شاهنشاهی. فکر میکنم پوینت های شما رو گرفتیم آقای تفرشی. اونجا که آقای مصداقی میگن خود همین حکومت فعلی قبل از اینکه بیاد حکومت رو به دست بگیره با دولت های خارجی کار کرده، و بعد بحث دیگه این هستش که میگن اصلا بحث کلمه ملی در ایران مسئله پیدا کرد بعد از انقلاب، خیلی از در واقع چهره های ملی به حاشیه رفتن. چطور میشه این حکومت حالا بخواد به ملی گرایی به عنوان یک اهرم نگاه بکنه؟ ببینید، اولا آقای مصداقی خیلی اصرار دارن که خودشون رو در مقام اپوزیسیون اصلی نظام بذارن، منم در مقام دفاع از جمهوری اسلامی بذارم، که این فکر میکنم که زیبنده این برنامه نیستش. من از طرف خودم صحبت میکنم، نماینده کسی هم نیستم. یک دوم که ببینید، بحث مسئله منافع ملی یه بحثی نیست که در ایران یه به صورت ثابت و صدف از روز اول انقلاب بوده و تا الان ادامه پیدا کرده. مسئله منافع ملی یه بحثیه که در طول 40 سال اخیر که هیچ در طول سالهای بعد از حداقل بعد از مشروطه اگه قبل‌تر نریم تحول و تطور داشته و نگاه به مسائل ملی وجود داشته. چیزی که ایشون میگن احتمالا مربوط به دهه اول انقلاب است و موقعی که نزاع بوده بین گروه های ملی مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و گروه های دیگه با حکومت جمهوری اسلامی، و طبیعتا به عنوان ابزار و شعار استفاده میشه. الان اینطور نیست که کسی که صحبت ملی و منافع ملی میکنه در ایران بد باشه، ولی هنوز هم گروه های سیاسی که با شعار ملی دارن کار میکنن در خطر هستن، بسیارشون تعقیب و زندان میشن. بله، بسیارشون از دوستان شخصی خود من هستن و به دوستیشون رو البته افتخار میکنه. مسئله اینه که اگر قرار باشه به سابقه عملکرد حکومت ها و افراد و سیاست نگاه کنیم، به نظر میرسه که چه در شعار و چه در مقام عمل نگاه بکنیم، به نظر نمیرسه که در حکومت فعلی ایران علیه تمامیت ارضی ایران کاری کرده باشه و در نگهداریش کار کرده باشه. قاسم سلیمانی وقتی که در عراق هست، شما توجه داشته باشین شاکله حکومت عراق حتی در زمانی که مخالفان متوجه مای تفریش، ولی ما بحث رو من عرض کردم، ما خیلی بحث رو روی این جور مصداقا نمیم. بذارید راجع به همین قضیه تمامیت ارضی صحبت کنیم. نه آقای تفریش، من که 10 دقیقه بیشتر وقت نمونده و من می‌خوام بحث واقعا مطرح بشه. لطف کنید این جمله اجازه بدید من جمله رو تموم کنم. ببینید، وقتی شما صحبت از دخالت ایران در کشورهای منطقه می‌کنید، باید توجه داشته باشین که قریب
50 تا 60 پایگاه نظامی در محیط پیرامونی امنیتی ایران کشورهای دیگه دارن، یعنی آمریکا و اروپا دارن و ناتو دارن، البته که موشکاشون زوم شده رو ایران. چطور شما توقع دارین که ایران هیچ کاری نکنه و بشینه فقط منتظر بمونه که کی موشکای آمریکایی و اروپایی و خیلی برام جالب هست که هر دوی آقایون این فکر کنم این ادعای مضحکیه که توقع داشته باشه که ایران تو لونه خودش باشه و منتظر باشه که خانه بر سرش خراب بشه. متوجه ولی به نظر میاد هر دوی آقایون خیلی جالب هست که روی یک موضوع به نظر میاد که هم عقیده هستید، که این مرزهای ایران مهمترین چیزی هست که باید حفظ بشه. من میخوام ببینم که به نظر شما مردمی که در این مرزها هستند چقدر وضعیتشون مهم هست. خیلی از کسانی که انتقاد دارن به این نگاه، به این که آقا چقدر استقلال مهمتر هست یا چقدر آزادی مهمتر هست، سوال اصلیشون هست، میگن که خیلی از این مردمی که ازشون دم میزنیم، این مملکتی که باید برای مردم باشه، ممکنه مرزهای مونده ولی درونش مردمی هستند که فقر بیداد میکنه، خوشحال نیستن، آزادی ندارن، مشکلات عدیده دارن. آیا تفرشی، آیا مردم در این تصویر وطن حضور دارن؟ حتما حضور دارن، چون یه تصور واهی هست که یه عده‌ای در ایران مردم هستن که دارن زندگی میکنن و کار خوبی میکنن، یه حکومتی هم هست که صبح تا شب مشغول کشتن مردمه، مشغول غارت، هیچ سیاستی نداره، ناتوانه و فساد همه جاش گرفته. ضمناً 40 سال هم هست هیچ حکومت اپوزیسیونی نتونست، قدرت اپوزیسیون هم نتونسته تکونش بده. اینا با هم سازگاری نداره. ولی جمهوری اسلامی یک حکومتی هست که اشکالات فراوان اساسی داره در فساد، در ناکارآمدی. ولی واقعیت امر اینه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اونجا اپوزیسیونی که غالب هست و فعال هست و مطرح هست، اپوزیسیون ناسالم و ناکارآمدیه. و بنا دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این است که با هر قیمتی، با هر هزینه، با کمک، با هر کس و ناکسی باید جمهوری اسلامی رو برانداخت و نتیجه یه جنگ داخلی و تجزیه و امثال اهمیتی نداره، هر چی بشه بهتر از وضع موجوده. یک دیدگاه هم اینه که باید تلاش کرد که وضع موجود برای مردم ایران بهتر بشه، به دشمنان ایران و بداندیشان ایران، چه در منطقه چه در جامعه بین‌المللی، نباید دست یاری داد برای اینکه ایران تغییر بکنه. در داخل ایران باید تغییر ایجاد به تدریج و به آرامی و با کمترین هزینه. این دو تا نگاه بذارید نظر آقای مصداقی هم در این زمینه. این همین نظریه که آیا میشه برای ایجاد تغییر، برای بهتر شدن وضع وطن، با کشورهای خارجی همکاری کرد یا از اونها کمک خواست، مسئله اصلی هست اینجا. فکر نظر شما چیه آقای مصداقی؟ واسه احمد ندیم موسوی و کروبی هنوز تو زندانن و اینا متهمن به این که با دشمن خارجی ساختن و اینها چیزایی است که ما همه دارن مردم ایران میبینن. نه تنها اونا، هر کسی که در ایران کوچکترین ندایی برای آزادی یا برای دموکراسی یا برای تغییر، حتی سرداد، با همین اتهاماتی که آقای تفرشی میگن روبرو شد، این چیزی که دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی رژیم در طول 40 سال گذشته باب کرده و همچنان هم هست. اما این رو باید توجه کنید خدمتتون. ببینید، خود مردم ایران شعار توی خیابون میدادن اوباما یا با اونا یا با ما. این اتفاقاتی که ایشون سعی میکنن ربطش بدن به ترامپ و به نمیدونم بن سلمان و نتانیاهو و اینها، قبل از اینکه بن سلمانی باشه، قبل از اینی که ترامپی باشه، همینا رو به اوباما هم میگفتن. اوبامایی که اتفاقا در صدد همکاری و همراهی، یک ببینید استفاده از ظرفیت بین المللی و چیزی است که حتی در انقلاب مشروطیت هم بود. انقلاب مشروطیت در واقع وقتی که سنگ بنای آزادی در این کشور میخواست گذاشته بشه، یا تلاش پدران و مادران ما، ببینید از تضاد بین روس و انگلیس ما می استفاده شد. ما میدونیم و میشناسیم و یادمون هست که میگفتن پلوی مشروطه رو تو سفارت انگلیس میپزن و مردم میرفتن تو اونجا بست میشستن و اتفاقا دستشویی و توالت هم براشون سفارت انگلیس درست میکرد. یعنی میخوام بگم که اینها اتهاماتی است که مطرح میشه برای اینکه اون حرف اصلی زده نشه و در دهانها بسته بشه. این مسئله است که آقای تفرشی نمیخوان ببینن. ببینید، من درس میکنم، مطلقا من خواهان دخالت نیروی خارجی نیستم، ولیکن این اون چیزی است که اتفاقا یک نظامی بر کشور ما حاکمه که یه موقع 700 سال پیش حافظ اومد گفت، ببینید میخواست دل بده به کی؟ به اون ترک سمرقندی دهیم. ببینید این مشکلی است که در جامعه ما هست. امروز مردم ما ازشون بپرسید همین مسئله است. بذارید آقای تفرشی خیلی کوتاه پاسخ بدن. آقای تفرشی میگن راه دیگری نیست،
کمک خارجی لازم. این مطالبی که راجع به انقلاب مشروطه اینا گفتن، خب اینا اتفاقا حوزه تخصص من است، مطالب نادرست و غلط و مغشوشی بود. حالا جای بحثش که این برنامه نیست، چرا در این برنامه دیگه راجع به صحبت فرصت دیگری. بله، واقعیت امر اینه که تجربه تاریخی دوستان سابق آقای مصداقی، سازمان مجاهدین خلق، تجربه تلخی بوده در دفاع از صدام حسین و علیه منافع ملی ایران، و همون موقع هم سربازان ایرانی رو مزدور خطاب کردن و چقدر همکاری کردن در شکنجه ها، آزار اونها. در امروز صحبت کنیم. در مورد امروز هم اگر بخوایم صحبت بکنیم، وضعیت اینه که در این که کسانی به عنوان روزنامه‌نگار مثلا فعال هستن در خارج از کشور، در عمل معاون آقای ترامپ هستن، آقای بولتون هستن ببخشید، و یا کسانی میان رسما با پول سعودی علیه ایران فعالیت میکنن، رسما در آمریکا مستقر علیه منافع میدن، رسما در ایران جاسوسی میکنن، اینها مغایرتی نداره دشمنی کردن با اینها، با اینکه با اینها دشمنی ببرزیم و منافع ملی ایران هم دفاع کنیم ازش، از آقای موسوی و کروبی هم دفاع کنیم که کردند و کرده ایم. بذارید 30 ثانیه آخر رو بدیم آقای مصداقی. اجازه بفرمایید. من آخرین نکته که ما خدمت شما بگم اینه که مسئله منافع ملی ایران فراتر و راهبردی تر از نظام هست و کوتاه‌بینی است که برای تغییر وضع موجود ایران دست به هر اجنبی داد. آقای مصداقی 30 ثانیه. ببینید، باز خدمتتون عرض کنم، آقای تفرشی از تمام امکانات نظام اسلامی استفاده میکنن و بعد همون اتهاماتی رو که در طول 40 سال گذشته دستگاه امنیتی و اطلاعاتی مطرح میکنه و هر کسی که میخواد صحبت کنه به نوعی ربط میده به مجاهدین یا به نوعی ربط میده به مواضع اونها، همون سیاست رو ادامه میدن. چند بار در تمام گفتگوهاشون هر جایی که اینجا نتونستن پاسخی بدن یا پاسخی نداشتن، حکیم باشی رو دراز کردن. این سیاستی است که نظام اسلامی هم در 40 سال گذشته همچنان هم هر کسی ندایی که بخواد سر بده رو ربط میدن به منافقین کوردر، به صدام یزید، نمیدونم به قرآن. این چیز جدید نیست. و بدونید آقای خاتمی رو هم متهم کردن از عربستان پول میگیره. متهم کردن همکاری با مجاهدین خلق فکس. خیلی متشکرم. به نظرم بهتر که بحث رو شخصی نکنیم. خیلی ممنونم از آقایون آقای مصداقی و آقای تفرشی، متشکرم که در این بحث شرکت کردین، و ممنونم از شما که بیننده این برنامه بودیم. امیدوارم که شما دست کم تونسته باشید در بحث های این برنامه جواب سوالات خودتون رو گرفته باشید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود ساعت 10 شب تهران. شب روزتون خوش.